بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و مجموعه اخبار در این ساعت. خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. توافق کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی بر قابل اعتبار بودن آرای بدون کاربرد و سیستم بایومتری. نگرانی نهاد ناظر بر انتخابات بر دشوار بودن جداسازی آرای سفید از سیاه برای کمیسیون های انتخاباتی. و خواست فلسطین از رهبران عرب مبنی بر به تعویق انداختن به رسمیت شناختن اسرائیل به عنوان کشور مستقل. این هم مشروع خبرها. من اسم طلا احمد زی هستم. روی اعتبار آرای مشکل به بار آمده میانه کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون انتخابات، کمیسیون شکایت انتخاباتی فیصله کمیسیون انتخابات را پذیرفت. اکنون مشکل هر دو کمیسیون حل شده و اعلامیه مشترک نشر گردید. کارای بدون کاربرد و سیستم بایومتریک نیز قابل اعتماد است. در فیصله مشترک آرای باطل، باطل عنوان شد که بدون فهرست رای دهندگان استعمال شده. اختلافات میان کمیسیون های انتخاباتی زمان اوج گرفت که کمیسیون شکایت انتخاباتی تمام آرای بدون کاربرد سیستم بایومتریک را باطل اعلام کرد. این دو کمیسیون پس از 3 روز نشست و تفاهم مشترک رسیدند که کمیسیون شکایت تصمیم گذشته کمیسیون انتخابات را پذیرفت و تفاهم صورت گرفت که آرای بدون بایومتریک نیز قابل اعتبار هستند. آرای صندوق های محلات و مراکز رایدهی که به اساس فهرست رایدهندگان اجرا شده است زمانی از اعتبار برخوردار است که از جانب رئیس محل، ناظرین و مشاهدین حاضر در همان محل طبق طرز العمل صحت آن تصدیق گردیده باشد و بالای صندوق و آرای داخل آن کدام اعتراض و شکایت وارد نگردیده و آرای مذکور با رعایت قانون و لوایح مربوطه انجام شده باشد. در تصمیم تازه آرای باطل هستند که بایومتریک شدن و با فهرست برابر نیستند. آرایی که با سیستم بایومتریک همخوانی دارند و در فهرست رای دهندگان با قلم ذکر شدند اما با فهرست اصلی که میسون برابر باشد قابل اعتبار است. آرای صندوق‌های محلات و مراکز رایدهی که اوراق رایدهی در آنها به اساس شناسایی بایومتریک و در نبود فهرست رای دهندگان در محل رایدهی به اساس فهرست قلمی اجرا شده است، در صورتی که با فهرست اصلی دیتابیس مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات تطابق نماید از اعتبار برخوردار می باشد. اینجا هر دو کمیسیون کنفرانس مشترک خبری دار نمودن اما اظهاراتشان متفاوت است. کمیسیون شکایت انتخاباتی فیصله تازه خود را تکامل فیصله گذشته خود می دانند اما کمیسیون انتخابات می گوید که تصمیم فعلی با فیصله گذشته متفاوت است. اعلامیه مشترک امروز ما هم در حقیقت تکمیل هموم معیارات و احیانا توضیح برخی ابهاماتی که در او بوده صورت گرفته و در حقیقت مکمل معیاراتی بود که قبلا توسط اعلامیه قبلی کمیسیون شکایات انتخاباتی و تصمیم قبلی کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام شده بود. اعلامیه چه در شکایات و کمیسیون لخوا صادر شده و او نننه اعلامیه هم تاسو اوس واوریدله کاملا تفاوت لري او هغه د شکایت او اعلامیه ته لږ وضاحت ورکړي. از فیصله گذشته کمیسیون شکایت احزاب سیاسی نیز طرفداری میکردند. اکنون هر دو کمیسیون با تفاهم رسیدند که کارهای خود را در زمان آن انجام خواهد داد و مشترکان کار خواهد کرد و کمیته مشترک تشکیل میشود که تصمیم آن یکی باشد. مشران جرگه میگوید که اگر آرای سفید از سیاه به گونه واقعی جدا نشود مردم بیشتر برای کمیسیون انتخابات بی‌باور خواهند شد. نهاد ناظر بر انتخابات میگوید با توجه به مشکلات فنی در روز انتخابات دشوار است که کمیسیون انتخابات رای سفید را از سیاه جدا سازد، اما رئیس مشران جرگه میگوید آرای نیز حساب شود که بدون کاربرد بایومتریک انجام شده و مردم صادقانه رای دادند.
میشان جرگه با توجه به اختلافات به میان آمده میان کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی ابراز نگرانی کرد که آرای واقعی مردم نیز با آن ناپدید هستند. آنان از کمیسیون مستقل انتخابات خواستند که اختلافات را رها نموده و با بی‌طرفی کامل آرای سفید را از سیاه جدا نمایند. اما رئیس میشان جرگه میگوید آرای نیز حساب شوند که بدون کاربرد بایومتریک انجام شدند و مردم صادقانه رای دادند. کچیر فاک یا نفاق رای سر جدا نشی زمون ولسونه با نور پا دی پروسه بباوره شی اینجا رای پاک و ناپاک مردم ما باید حمایت شوه. زمون گختن با دوارو کمیسون نمده چه اگه توقع شده ملت نمده چه پاک رای دو ناپاک رو جدا که دی پاک رای که دستم شده دی چه بعضی پاک رای بایومتریک دی ندی خوب پاک رای دی نو آقا خلق سرم باید ظلمونه شید. رئیس تیفاک یافته های تحقیقات خود را با سناتوران شریک می ساخت گفت با درک اینکه مشکلات در روز انتخابات وجود داشت کار ساده نیست که کمیسیون انتخابات آرای سفید را از سیاه جدا سازد. رسیدن به یک نتیجه مطلوب خیلی مشکل است به خاطر که نه بایومتریک 100% کار داده نه لیست رای دهندگان 100% کار داده. وقتی که این دو روش کار نکرد چگونه ممکن خواهد بود که رای سیاه و سفید تفکیک شود، عدالت انتخاباتی تامین شود و ما بتونیم به یک نتیجه مطلوب برسیم؟ با این حال نهاد ناظر بر انتخابات در پیوند به جدا ساختن رای سیاه و سفید یک سلسله پیشنهادات هم داشت. برای شناسایی و تفکیک آرای سیاه و سفید در قدم اول آرایی که از هر دو فیلتر گذشته است یعنی بایومتریک و لیست رای دهندگان را مورد اعتبار قرار داده دهد و در قدم دوم آرایی که تنها از فیلتر بایومتریک گذشته و در قدم سوم آرای مرکزی که در آن لیست رای دهندگان تطبیق کرده است را مورد اعتبار قرار دهد. یک روشی که ما پیشنهاد کردیم میتونه رای سیاه و سفید تفکیک شود. اما کمیسیون انتخابات میگوید که با بی‌طرفی کامل کار میکند که رای سفید را از سیاه جدا سازد تا نماینده اصلی مردم به ولسی جرگه راه پیدا کند. امریکا در پیوند به پاکستان اراده جدی ندارد. تحلیل کننده ها میگویند برای اهداف استراتژیک خود در منطقه دوست استراتژیک را از دست نمیدهد. اکنون که امریکا یک بار دیگر از پاکستان خواسته است که در برابر تروریسم عملا مبارزه نماید، باورها وجود ندارد که حملات لفظی اسلام آباد را ناگزیر به انجام این کار سازد. جنرال جوزف واتل رئیس فرمانده مرکزی امریکا گفته است کشورهای منطقه و پاکستان باید در بخش تروریسم همکاری نماید. مشاور امنیت ملی کشور و جنرال جوزف ووتل در مورد مسائل مختلف به ویژه پروسه صلح بر رهبری و مالکیت افغان‌ها، روند اصلاحات در ارگان‌های امنیتی و دفاعی و مبارزه مشترک کشورهای منطقه علیه تروریسم بحث و تبادل نظر کردند. جانب مقابل از آوردن اصلاحات در نهادهای امنیتی و دفاعی و برگزاری موافقت‌آمیز انتخابات ولسی جرگه افغانستان استقبال نمود. اعضای مشران جرگه خواهان گرفتاری حکیم شجاعی هستند. سناتوران میگویند شجاعی در ولایت اروزگان بر منازل مردم تجاوز کرده و اکنون شمار اشخاص و بلند رتبه از او پشتیبانی میکند. اما آگاهان از حکومت انتقاد میکند که همه کارها را بر اساس مصلحت انجام میدهد و نمیخواهد که حکیم شجاعی به محکمه کشانده شود. ده سره ده غزنی ده ولایتی خو بیرته په خاص روزګان ولسوالی کې هلته د خلکو پر کورو باندې تیری کې خلک وژني. دا یو توپک سالار، یو ظالم، یو جابر، یو خاین سړی دی. دا سړی باید وزارت د داخلې د خوا څخه راجل سي، سم عدلي او قضایي مراجعو ته معرفي سي، هلته د دوی خپله دفاع وکړي چې آیا دی مجرم دی که نه دی. د افغانستان حکومت نه مو غوښتنه ده لکه څنګه چې در صاحب زلمي ویلي چې دوی اجرات ترسره کړي او محاکمو ته یې وړاندې کړي. د محاکمو په چوکاټ کې دا سړی ولیدل شي که چېرې ته مجرم ثابت شي د قانون دوی ته جزا ورکړل شي. شورای اجتماعی باشندگان ننگرهار میگویند به هیچ کس اجازه دادن نخواهد شد که پوهنتون اسلامی در ننگرهار را به کابل انتقال دهد. فضل کریم فضل رئیس شورای اجتماعی باشندگان ننگرهار میگوید زون شرق به خصوص باشندگان ننگرهار برای نظام قربانی دادن و کابینه باید تصمیم خود را در این باره پس بگیرد. با این حال اعضای دیگر شورای اجتماعی باشندگان ننگرهار میگوید مراحل قانونی ساخت پوهنتون اسلامی در ننگرهار تکمیل شده و نیاز است که کارهای آن ادامه یابد. امکان نلری چې دا پونتون کابل ته انتقال شي ځکه دا هلته 15 میلیونه ولس پروت ده او دا 15 میلیونه ولس حق لري، حقوق لري. داسې نه موږ د حکومت د دې نظام ستنی یو، د دې نظام ستنی موږ
ټینګ کړی دی او د دې نظام په راوستو کې قربانی ورکړی ده، د دې نظام په جوړولو کې قربانی ورکړی ده. مونږ ډېری هستې لاس ورکړي او مونږ ته دا شی په مفت کې نه ده راغلی، دې لپاره هم قربانی ورکړي دي. زه په دې باندې اطمینان لرم چې ولسمشر سره د وزیرانو شورا مطمئنم چې دوی په دې خپله پریکړه باندې دوباره نظر تجدید نظر کوي. افسرهای تقاعد شده وزارت امور داخله برای به دست آوردن تقاعدشان را پیمایی کردند. افسران تقاعد شده میگویند ریاست تقاعد از 6 ماه گذشته بدین سو معاش تقاعدشان را نداده است. آنان در یک قطعنامه به ریاست تقاعد و وزارت مالیه تا 15 ماه عقرب مهلت دادند تا حقوقشان را بپردازد، اما ریاست تقاعد میگوید بودجه تقاعد این افسران برای سال خورشیدی جاری از سوی حکومت در نظر گرفتن نشده است. معاش قانونی از اینا را ریاست خزائن تقاعد پرداخت نکرده و 2-3 مرتبه ما به ریاست خزائن مراجعه کردیم، از اوجه اونا به وزارت مالیه گفتن، رفتیم به وزارت مالیه مراجعه کردیم، وزارت مالیه بالای وزارت چی ریاست متقاعدین انداختن، ریاست متقاعدین بالای وزارت مالیه انداختن. ده ها هزار کارت جعلی به نام معلولین توزیع شده است. معاون دوم رئیس جمهور میگوید ارقام دقیق در مورد معلولین در کشور وجود ندارد و در نتیجه کمبود امکانات معلولین و وارثین شهدا رسیدگی نمی شود. با این حال در کنار جنگ در افغانستان فلج نیز بیشتر مردم را معلول ساخته است. متاسفانه در سالهای گذشته گزارش های رسمی در خود وزارت حاکی از این بود که ده ها هزار کارت های جعلی و خیالی به نام معلولین توزیع شده و عده هم به نام معلول از این وضعیت سوء استفاده میکنند. کتاب رهنمایی صحی برای دختران به همکاری یونیسف از سوی وزارت معارف چاپ شد. در این کتاب تا حد زیاد بر وضعیت خاص دختران و زنان بحث شده که در دوره قاعدگی با آن روبرو می شوند. اکنون وزارت میگوید در نظر دارد که این کتاب را در نصاب تعلیمی نیز شامل سازد. خبرهای داخلی در همین جا به پایان می رسد، اما خبرهای جهان هم تا لحظات بعد تقدیمتان می گردد. ادامه اخبار و این هم چند خبر از جهان. فلسطین از رهبران عرب می خواهد که به رسمیت شناختن اسرائیل را به تعویق بیندازد. شورای رهبری فلسطین می گوید تا زمانی که اسرائیل و فلسطین را از بیت المقدس به رسمیت نشناسد باید از طرف رهبران عرب شناختن نشود. مقامات فلسطینی این خواست را زمان مطرح کردند که یک تعداد از رهبران عرب به روز دوشنبه گفته بودند که اکنون وقت آن فرا رسیده که اسرائیل را به رسمیت بشناسند. از سوی دیگر خشونت های نیروهای اسرائیلی بالای مظاهره کنندگان فلسطینی همچنان ادامه دارد. هند و ژاپن بر انکشاف روابط نزدیک تفاهم نمودند. این تفاهم برای همکاری های اقتصادی میان نخست وزیران هر دو کشور انجام شد. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن که از هفته گذشته به این طرف به هدف تحکیم روابط تجارتی و دیپلماتیک چین و هند سفر را آغاز کرده به هند رسید. نرندرا مودی نخست وزیر هند میگوید این بار با ژاپن به سطح 75 میلیارد دلار تفاهم نامه را امضا نموده. این تفاهم نامه ها بعد از آن به امضا می رسد که ژاپن و هند در سرحدات با چین مشکلات دارند. تشکر از همراهیتان. اخبار این ساعت در همین جا به پایان می رسد. تا دیدار بعدی، الان نگهدار.